سلام دوستان من، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و آماده باشین برنامه امروز سارا رو ببینین. امروز برنامه برمیگرده به اسکینکر و میخوام در مورد 5 ماده اصلی که هر کسی که پوست چرب داره در روتین روزانه و شبانه خودش در طول هفته باید استفاده کنه صحبت میکنم و در کنارش هم شاید بعضی محصولات رو بهتون معرفی کنم، ولی فوکوس ما تو این هفته فقط بر روی مواد مهم و مؤثر بر پوست‌های چرب، جوشدار و لکتار هست. با من باشین در ادامه برنامه. دوستان کلم، قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لطفاً اگه تا به حال سابسکرایب نکردین برام سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا زمانی که ویدیوی جدید رو من آپلود میکنم برای شما نوتیفیکیشن بیاد و در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. لطفاً ویدیوها رو بین دوستاتون شیر کنین. اینکه پوست چرب چرا اتفاق بیفته، در اصل همون غدد سباسه هستش که وقت ترشح سبوم درش زیاد میشه، که یک ماده مومانند حالت چرب و روغنی داره و در پوست هستش و در اصل یک محافظت پوست رو انجام میده، ولی به وقتی که مقدارش از حد نرمال بیشتر میشه باعث میشه که منافذ پوست شما بسته بشه و باکتری های فرصت طلبی که در روی سطح پوست شما هستن توی یک شرایطی قرار میگیرن که بی حوازی هست، یعنی هیچ اکسیژن بهشون نمیرسه. همونطور بهتون گفتم اون منافذ بسته میشه توسط این چربی و از طرف این چربی غذای مورد علاقه باکتری ها است. اونجا هست که جوش های سرسفید و سرسیاه شروع میکنن به دیده شدن. و اینکه آیا چرا یک عده پوستهاشون نرمال یا خشک هست و اینکه این گروه جز دسته هستن که پوستهای چربی دارن، اولین و مهمترینش ژنتیک است. مثلا من خودم کسی هستم که پوست چرب دارم به خاطر اینکه مادر من پوست چرب داشته و مادر بزرگ من هم همینطور. اما دلایلی مثل تغییرات هورمونی به خصوص در دوران پریود بعضی مواقع باعث این مشکل میشه و شدت ترشح رو زیاد میکنه، ترشح چربی رو. از طرفی حتی شرایط آب و هوایی به خصوص شرایط مرطوب هم باعث این مسئله میشه. استرس و بیخوابی هم تا حدودی باعث ترشح بیش از اندازه این ماده روغنی میشه. اما اینکه حالا چه کار کنیم که بتونیم این چربی رو کنترل کنیم، 5 ماده هست. اولینش خاک رس هست که در زبان انگلیسی و روی محصولات میبینید به نام کلی. خاک رس یک جذب کننده فوق‌العاده قوی روغن هستش، یعنی قشنگ چربی ها و روغن های پوست رو جذب میکنه. از طرفی منافذ باز پوست رو که پر از چربی شده همه رو پاکسازی میکنه و چون این کار رو انجام میده آهسته آهسته جلوگیری میکنه از ایجاد از جوش های سرسفید و سرسیاه. در اینجا یک پرانتز باز میکنم، به خاطر مسئله بهداشتی لطفا نرین از عطاری ها خاک رس بخرید، چون حتی از نظر هزینه زیاد با همدیگه فرقی نداره. اجازه بدید محصولاتی که به شکل بهداشتی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی و در یک محیط تمیز تهیه شده استفاده کنید و فوق العاده مؤثر و عالی هستش. و اگه از محصولات بخوام بهتون معرفی کنم، همونطور که در عکس میبینین کلی ستافل هستش که خیلی عالی هست. شما میتونین از این خاک رس ستافل 2-3 بار در هفته استفاده کنین و باعث یک تمیزی و پاکیزگی خیلی عالی میشه، به خصوص وقتی که اگه صبح انجامش بدین و وقت داشته باشین روی یک پوست تمیز. شما تصور کنین که ویتامین C رو میزنین و روش ضد آفتابتون، خیلی مؤثر و عالی هست. همینطور در شب میتونین استفاده کنین وقتی که از بیرون میایین، خسته هستین، آلودگی لوازم آرایش کرم ها روی صورتتون بوده و وقتی که از ماسک کلی استفاده میکنین باعث میشه که یک احساس خیلی خوشایندی داشته باشین، یک احساس تمیزی و نشاط. شما در تصورتون داشته باشین که حتی تمام دونه دونه منافذ باز پوستتون رو هم تمیز میشه، خیلی خیلی عالی و مؤثر هستش. در کنارش یک محصول خیلی ارزان قیمت‌تر هم از کمپانی
همونطور در عکس میبینید ده انگلیست هستش که در اصل این هم از خاک رس هست. از این هم میتونین استفاده کنین. این دو تا محصول خیلی محصولات خوبی هستن و میتونین همونطور که گفتم دو تا سه بار در هفته و بستگی به شرایط خودتون صبح یا شب استفاده کنید. دی دوم مؤثر برای پوستای چرم نیاسینامید هستش. من بارها در مورد مسئله خیلی مهم صحبت کردم. نیاسینامید در اصل همون ویتامین B3 هستش و کارهایی که انجام میده، یکی ضد التهاب هست، کم کردن تحریک پوست هستش، آنتی اکسیدان هستش و کاهش قرمزی پوست و از همه مهمتر این که جوش ها رو از بین میبره. و نیاسین آمیدی که در بازار بدون نسخه پزشک به فروش میرسه با درصدهای 10%, 20% و 25% به فروش میرسه و از مهمترین هاش که من بارها در موردش صحبت کردم و به دوستان معرفی کردم، نیاسین آمید 10% دی‌اوردینری هست که فوق‌العاده مؤثر عمل میکنه و من خودم شخصا از زمانی که از این محصول استفاده میکنم برای همیشه با جوش های صورتم خداحافظی کردم. این خیلی احساس خوب و خوشایندی است. خواهر خودم استفاده میکنه، خیلی راضی هست و واقعا جوش دیگه وجود نخواهد داشت. این روی این مسئله و میتونین به شکل روزانه قبل از اینکه کرم روزتون رو بمیزنین، یعنی ضد آفتابتون و مرطوب کننده تون، میتونین قبلش ازش استفاده کنین. و از بقیه محصولات سراوه هست که همین ترکیب نیاسینامید رو داره، دی‌اوردینری که بارها در موردش صحبت کردم و لورچ پوسید هست که در کنارش یک مرطوب کننده روزانه هم هستش. هر کدوم از محصولات رو که خودتون دوست دارین میتونین انتخاب کنین. دوستان من لینک تمام محصولات رو زیر همین ویدیو براتون میذارم. یه خیلی مهم دیگه، یعنی سومی، گرین تی هستش. گرین تی در اصل یک ضد التهاب است، کنترل ترشح چربی است، یعنی یک بالانسی رو بر روی پوست شما ایجاد میکنه. و یک کار مهم دیگه هم اینه که کنترل سایز منافذ پوست هستش. اینها خیلی کمک کننده هستن. قبلا در مورد گرین تی بادی شاپ باهاتون صحبت کردم که شستشوی صورت داره، اما در کنارش یک املسیون ایزنتری هستش، همونطور که عکسش رو دارین می‌بینین. این هم خیلی عالی هست، میتونید در طول روز و شب ازش استفاده کنین. فکر کنم این رو یه خورده بشه سخت پیدا کرد، ولی من لینک ها رو براتون میذارم، بسته به شرایط خودتون میتونین انتخاب کنین. امروز زیاد فوکوسمون روی محصولات نیست، روی مواد هست که وقتی که دارین میرین تو فروشگاه خرید میکنین، این پشتش رو یک نگاه بندازین و در تو انتخاب بیشتر دقت کنین. این برای راهنمایی این گروه از عزیزان هست. چهارمین ماده مؤثر برای پوستای چرب سالیسیلیک اسید هستش. در مورد این هم بارها باهاتون صحبت کردیم. این در اصل جزء دسته بتا هیدروکسی اسید ها هستند. لایه برداری عمقی رو از پوست انجام میده و در اصل میتونیم بگیم که سالیسیلیک اسید عاشق روغنه و خیلی خوب عمل میکنه و یک اثر مستقیم داره و لایه برداری رو همونطور که گفتم از زیر پوست برمی‌داره و باعث میشه که جوش ها از بین برن. سالیسیلیک اسید یک ماده مؤثر برای پوست های جوشدار و چرب هستش. خیلی روی مسئله تاکید کردم، باها در موردش صحبت کردم. لطفا شما هم در خریداتون این رو جزء گروه وسایلی که توی روتین روزانه‌تون انجام میدین بذارینش و از ارزون ترین و مناسب قیمت مناسب ترین هاش میتونم سالیسیلیک اسید دی‌اوردینری رو بهتون معرفی کنم که فوق العاده عالی است و نیازی اصلا نیست که به هزینه های زیاد پرداخت کنیم بابت این محصول. پنجمین که من باز هم میدونی که در موردش بسیار صحبت کردم، رتینول هستش. رتینول با 0.2%, 0.5%, 1%, 2% هستش و وقتی که در حد درصدهای بالا میره میشه در اصل درمان های کلینیکی که شما نمیتونید در خونه انجام میدید، اما یکی از مناسب ترین های اونو با قیمت خیلی پایین دی‌اوردینری هست که با درصد با 0.2% و 0.5% هستش. خیلی قوی نیست و خیلی به آرومی و به ملایمت لایه برداری رو انجام میده و پوست رو پاکسازی، تمیز، شفاف و یک دست میکنه. اما در کنارش این ویدیو رو حتما نگاه کنید، دو تا ویدیو این بالا براتون میذارم در مورد درانک الفانت هستش که رتینولش هست که فقط یک کرم لایه بردار نیست،
یک کرم کلاژ ساز مرطوب کننده تغذیه پوست، یعنی همه چیز رو تو خودش جمع کرده. فقط دوستانی که دائم برام می‌نویسن ما از این محصولات استفاده می‌کنیم و نتیجه نمی‌بینیم، البته من این رو تو اینستاگرام هم می‌ذارم دوستان عکس بگیرن و همیشه داشته باشن. رتینول بعد از 3 تا 6 ماه شما نتایج رو بر روی پوستتون می‌بینید. نمیشه شما 2 هفته استفاده کنین، 1 ماه استفاده کنین و انتظار معجزه داشته باشین. همونطور که تو اون ویدئوی قبلی بهتون مفصل اینها رو توضیح دادم، باید یه خورده صبور باشین در این مورد خاص تا آروم آروم نتایج مؤثر و عالی رو بر روی پوستتون ببینین. دوستان عزیز لطفا سوالاتتون رو مطرح کنید، من با میل جون به همه اینها جواب میدم و اگه سوالی نداشتین خوشحال میشم که با یک مسیج کوتاه حتما زیر ویدیو چیزی رو بنویسین و به این طریق میتونین به من کمک کنین. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.